بر خط خبرها. گزارش تازه سازمان ملل در مورد وضعیت بانوان در افغانستان. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در گزارش مبارزه و تاب آوری زنان کار آفرین در افغانستان را در 3 سال گذشته قابل ستایش عنوان کرده است. سال گذشته فرامسازی زمینه کار از طرف بانوان تجارت پیشه و از طرف بانوان که تانستن زمینه کاری را بر بانوان و دختران که از تحصیل بازماندن این زمینه را فرام بسازند. تلاش امارت اسلامی برای گسترش روابط بازرگانی با چین. وزارت خارجه امارت اسلامی از برگزاری 30 نشست مکانیزم های ارتباطی میان چین و افغانستان خبر داده است. چین یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است و به خاطر بست روابط اقتصادی با جهان نیاز به تسهیل فرآیند زنجیره تامین یا سپلای چین دارد و معادن افغانستان بخصوص لیتیم کشور به خاطر رسیدن به اهداف تجاری و اقتصادیش میتونه یک گزینه مناسب باشه. تامین حقوق بشر پیش شرط امریکا برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان لازمه اساسی بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست است. فکر کنم چه داد امریکا اگر رسمی پالیسی ده. نگرانی ها از تشدید قحطی در غزه. آژانس امدادرسان سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی میگوید که قحطی در غزه در حال تشدید است. سلام، امروز پنجشنبه 30 عمل سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 18 اپریل 2024 میلادی. در مجموعه خبری امروز با من بنظیر بکتاش خوش آمدید. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل با نشر گزارش مبارزه و تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان را طی 3 سال گذشته بررسی و مبارزه آنان را قابل ستایش عنوان کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، 70% از شرکت‌های تحت رهبری زنان به درآمدهای کسب و کار خود با عنوان منبع اصلی درآمد متکی‌اند و مشاغل تحت رهبری زنان فرصت‌های شغلی مورد نیاز را برای زنان دیگر نیز ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که در افغانستان 15.8 میلیون تن در ناامنی غذایی قرار دارد و اشتغال زنان در کشور در طول سال گذشته به نصف کاهش یافته است و به 6% رسیده است. گزارش از خالد عمری. ستودن مبارزه زنان کارآفرین در افغانستان از سوی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل مبارزه و تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان را طی 3 سال گذشته بررسی و مبارزه آنان را قابل ستایش عنوان کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، علی‌رغم مواجهه با چالش‌های بزرگ، مشاغل تحت مالکیت و رهبری زنان در افغانستان همچنان انعطاف‌پذیری قابل توجهی را نشان می‌دهد و به عنوان ستون‌های حیاتی ثبات اقتصادی و امید در میان ناملایمات عمل می‌کند. این سازمان نوشته که 70% از شرکت‌های تحت رهبری زنان به درآمدهای کسب و کار خود به عنوان منبع اصلی درآمد متکی‌اند و مشاغل تحت رهبری زنان فرصت‌های شغلی مورد نیاز را برای زنان دیگر نیز ایجاد کرده است. در افغانستان که در مجموع 15.8 میلیون تن در ناامنی غذایی قرار دارند و نرخ اشتغال اعضای زن در سن کار خانواده‌ها در طول سال گذشته به نصف کاهش یافته و به 6% رسیده است. زنان در حل یافتن راه‌های برای مقابله با چالش‌ها هستند. کارآفرینان به عنوان یک راه نجات برای زنان و خانواده‌های آنها ظاهر شده است. سال گذشته فرامسازی زمینه کار از طرف بانوان تجارت پیشه و از طرف بانوان که تانستن زمینه کاری را بر بانوان و دختران که از تحصیل بازماندن این زمینه را فرام بسازند دستاوردهای بی‌نظیر داشتند که این دستاوردها برمی‌گردد بر خودشان، خانواده و جامعه اقتصادی افغانستان. ولی در کنار این فرامسازی زمینه کار، مشکلاتی که بر بانوان تجارت پیشه وجود دارد از جمله نبود بازارهای ملی و بین‌المللی، بازارهای کلیدی در شهر کابل که بازارها بر بانوان اختصاص داده نشده و همچنان عقص مجوز که بسیار مشکل بر بانوان جواز صادر می‌شود و
قیوداتی که بر زنان تجارت پیشه وجود داره، عدم اشتراک آزادانه در نمایشگاه باعث میشه تا زنان تجارت پیشه که در این بخش کار میکنن نتونن شغل تجارت را به آنچنانی که میخوان در بخش تجارت کار بکنن. در این گزارش آمده است که در افغانستان 15.8 میلیون تن در ناامنی غذایی قرار دارد و اشتغال زنان در کشور در طول سال گذشته به نصف کاهش یافته و به 6% رسیده است. شایان ذکر است که نبود قرضه های دراز مدت برای تداوم کار زنان بازرگان و نبود امکانات مالی لازم در این بخش از چالش های بنیادی فراراه زنان بازرگان در کشور پنداشته می شود. وزارت خارجه امارت اسلامی از نشست ارتباطی میان چین و امارت اسلامی خبر داده است. این وزارت در خبرنامه گفته که 3 نشست مکانیزم های ارتباطی میان چین و امارت اسلامی برای کمک های بشری و بازسازی افغانستان برگزار شد. بر بنیاد این خبرنامه چین وعده سپرده که در زمینه های همچون اسکان مجدد مهاجران برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ کمک می کنند. د چین او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا لپاره ناسته تصویر. د اسلامي چین او اسلامي امارات ترمنځ د اړیکو د پراختیا ناسته له ترسره کېدو څخه خبر ورکوي. د وزارت پیښونه کې ویلي چې دغه ناسته په افغانستان کې د اقتصادي بیارغونې او بشر دوستانه مرستو لپاره پلاره واچول شوه تصویر. ناسته کې ویل شوي چې چین له افغانستان سره د اقتصادي او بشر دوستانه برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د راستنیدونکو او د زړه د ناروغانو علاج په برخه کې هم د همکارۍ ډاډ ورکړ. ګرافیک د افغانستان اسلامي امارت او د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارتونو د اړوندو سیاسي څانګو در سومین نشست مکانیزم های ارتباطی میان چین و امارات اسلامی برای کمک های بشری و بازسازی اقتصادی، طرف افغان در این نشست پیشنهادهای خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک های چین به اشتراک گذاشته است. چین تعهد کرده که با افغانستان در زمینه های همچون اسکان مجدد پناهجویان برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ قلب کمک می کند. د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې د اسلامي امارت لپاره ګټور بلل کېږي. شنونکي دغو اړیکو پر لا پراختیا ټینګار کوي. کلیپ افغان نوري د چین په چین یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است و به خاطر بست روابط اقتصادیش با جهان نیاز به تسهیل فرآیند زنجیره تامین یا سپلای چین دارد و معادن افغانستان بخصوص لیتیم کشور به خاطر رسیدن به اهداف تجاری و اقتصادیش میتونه یک گزینه مناسب باشه. د روزنیز و پروګرامونو هرکلی وکړ. پر دې سربېره چینایي لوري ژمنه وکړه چې د افغانستان له اړتیا سره سم به افغان زده کوونکو ته د سکالرشیپونو لړۍ پراخه کړي. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان لازمه اساسی بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی ایالات متحده است. آقای پاتل در یک نشست خبری خاطر نشان کرده که اگر نیم جمعیت افغانستان از مشارکت اجتماعی و اقتصادی در این کشور محروم بمانند، بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی آمریکا غیر ممکن خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأکید کرده که هدف سیاست این کشور در برابر افغانستان تامین حقوق زنان و دختران است و بر اساس آن عمل خواهد کرد. اما امارت اسلامی پیوسته تأکید کرده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. گزارش از احمد شاه شکوبند. ادامه خط و نشانهای امریکا برای حکومت سرپرست افغانستان. از اولین روزهای به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، آمریکا بر تبل تأمین حقوق زنان در حکومت امارت اسلامی میکوبد. در آخرین مورد اما، ودان پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان لازمه اساسی بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی ایالات متحده است. اگر نیم از جمعیت زنان افغانستان از مشارکت در جامعه و مشارکت در اقتصاد کنار گذاشته شوند، احتمالاً دستیابی طالبان به مشروعیت غیر ممکن است. اما آیا واقعاً دلیل بر رسمیت نشناسی امارت اسلامی از سوی آمریکا تا هنوز تامین نشدن حقوق زنان در افغانستان است؟
فکر کوم چې دا د امریکا غیر رسمي پالیسی ده او دا واقعیت دی او ترڅو پورې چې طالبان په دغه زمینه کې پرمختګ ونه کړي ترڅو چې د افغانستان حکومت افغان میرمنو حقوق ته درناوی ونه کړي او پر هغو میثاقونو او کنوینسیونونو باندې چې افغانستان امضا کړی ده هغه مراعت نه کړي زه فکر نه کوم چې افغانستان یا امارات څوک په رسمیت وپیژني. بر بنیاد گفته های مقام های آمریکایی، حقوق زنان یکی از اولویت های آمریکا برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان قلمداد می شود. شماری از زنان در افغانستان اما به این باورند که آمریکاییان زیر نام حقوق زنان هدف های سیاسیشان در منطقه را دنبال می کنند. زمانی که سخنگویان امریکایی ها از موضوع حقوق زنان سخن می گوید به نظر می رسد که امریکایی ها باز هم دنبال کدام هدف استخباراتی و سیاسی هستند. تجربه اضافه از 2.5 سال نشان داد که امریکایی ها در برابر حقوق زنان در افغانستان صادق نیستند و شعار تامین حقوق زنان را به خاطر اهداف خاص خود استفاده می نمایند. با این همه امارت اسلامی همواره در تلاش تعامل با جهان بوده و در 3 سال پسین پیوسته از تأمین حقوق زنان در چوکات ارزش‌های اسلامی سخن گفته است. آنچه تا هنوز انگشت تایید آمریکا و غرب بر این ادعا را در پی نداشته است. وزارت صنعت و تجارت به هدف پشتیبانی از انکشاف تشبثات کوچک و متوسط با بیش از 10 نهاد تفاهم نامه های همکاری را امضا کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت تاکید کرده که در تطبیق پروژه تلاش های زیاد نموده تا از پروژه ها استفاده سودمند صورت گرفته باشد. در سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران در دیدار با والی کابل بر ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان تلاش و تأکید کرده است. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش گفته که در سال جاری نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطح اضطراری ناامنی غذایی درگیر خواهند بود. در این گزارش نیز آمده که بیش از 90% از شهروندان این کشور خود را در رنج می‌دانند و امید به زندگی در 5 سال پسین در این کشور کاهش پیدا کرده است. سازمان ملل نیز تصریح کرده که اکثریت مردم افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان مانند مراقبت‌های بهداشتی، غذا و معیشت نیستند. نگرانی سازمان ملل از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه اش درباره شهروندان افغانستان گفته که در سال 2024 نزدیک به 16 میلیون تن در این کشور با بحران و سطح اضطراری ناامنی غذایی درگیر خواهند بود. در این گزارش نیز آمده که بیش از 90% از شهروندان این کشور خود را در رنج می‌دانند و امید به زندگی در 5 سال پسین در این کشور کاهش پیدا کرده است. افغان‌ها دسترسی به غذا را به عنوان ضروری ترین نیاز خود ذکر می‌کنند. میلیون‌ها تن که قادر به پرداخت یا تولید غذای اولیه نیستند با گرسنگی و سوی تغذیه روبرو هستند. در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. و این معنای گپی است که در صورت شما استراتژی داشته باشین، شما یک گذر از یک سرمایه گذاری، از یک کمک و سرمایه گذاری میکنه، یک کمک برای مسئولیت غذایی و فقر میرین به سر سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در حقیقت کار ایجاد میکنه و او باعث میشه که رشد سریع شما انجام بده. سازمان ملل همچنان تأکید کرده که در سال جاری متحد به اصول حقوق بشر برابر جنسیتی و توانمندسازی زنان ثابت قدم میماند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک خبرنامه از بازگشت بیش از 100 خانواده افغان از پاکستان خبر داده است. از سوی هم خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که بیش از 90% از اتباعی افغانستان در مشهد مجوز اقامت می‌خواهند که بیش از 100,000 آنان فاقد مدرک هویتی هستند. این در حال است که در چند ماه گذشته چندین هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج و وارد افغانستان شدند. بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و ایران. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان در یک خبرنامه از بازگشت بیش از 100 خانواده افغان از پاکستان خبر داده است. به گفته این وزارت برای هر خانواده مبلغ 10,000 افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.
این خانواده ها از پاکستان به گونه اجباری اخراج شده و از طریق ترخم وارد کشور شده اند که پس از ثبت و بررسی به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان های بین المللی مهاجرت نیز معرفی شده اند. اگر روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ادامه پیدا کند، افزایش و ناامنی و عدم استقرار در افغانستان ممکن است باعث افزایش و مشکلات انسانی و اجتماعی شود. از جمله بی خانمانی، کاهش و دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و پرورش و همچنین تشدید بحران انسانی در افغانستان نیز می باشد. از سوی هم خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که بیش از 90% از اتباع افغانستان در مشهد مجوز اقامت می خواهند که بیش از 100,000 از اتباع افغانستان فاقد مدرک هویتی در مشهد هستند. اخراج اجباری شهروندان افغان از پاکستان می تواند عواقب انسانی و اجتماعی جدی داشته باشد و منجر به افزایش مشکلات امنیتی در کشور گردد. وقتی افراد به طور ناگهانی و بدون گزینه سوم از یک کشور اخراج می گردند، ممکن است در موقعیت غیرقانونی قرار بگیرد و برای تامین نیازهای اساسی خود به جرم و جنایت روی بیاورند. در این موقعیت بسیار مهم است که دولت پاکستان راه‌های مناسبی را برای مدیریت این فرایند و ارائه حمایت به مهاجران افغان در پاکستان در نظر بگیرد. این در حال است که در چند ماه پس این چندین هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج و وارد کشور شدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از احتمال بارش شدید باران همراه با سیلاب ها در 29 ولایت کشور خبر داده است. از سوی هم بارش باران های شدید و جاری شدن سیلاب در ولایت قندهار باعث مسدود شدن شاهراه قندهار اروزگان شده است. همزمان با این، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در خبرنامه از افزایش آمار جان باختگان سیلاب به بیش از 70 تن در 6 روز اخیر خبر داده است. هشدار از وقوع سیلاب در دو روز آینده در کشور. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از احتمال بارش شدید باران همراه با سیلاب ها در 29 ولایت کشور خبر داده است. در اثر سیلاب ها و باران های شدید بیش از 2000 خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده که آمار جان باختگان بیش از 70 تن و آمار زخمیان بیش از 50 تن است. همزمان با این، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در خبرنامه ای از افزایش آمار جان باختگان سیلاب به بیش از 70 تن در 6 روز اخیر خبر داده است. د کندهار او ارزګان ولایتونو اوسیدونکو لپاره د کندهار امنیه قومندانۍ خبرتیا. د کندهار او ارزګان لوی لاره د ورښتونو د زیاتو سیلابي اوبو د راوتلو له امله بنده ده. د کندهار او ارزګان ولایتونو اوسیدونکي دي د تګ راتګ هڅه نه کوي تر څو د ستونزو سره مخ نسي، تر هغه وخته چې امنیتي ځواکونه موږ ته اطمینان راکړي. نو ستاسو څخه هیله ده چې د کندهار ولایت څخه د ارزګان طرف ته، د ارزګان ولایت څخه کندهار ولایت ته د تګ راتګ کوشش مه کوئ. گفتنی است که باران های پی در پی در چند روز گذشته سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در ولایت های مختلف شده است. برای صدها تن از دختر و پسر در ولایت بادغیس زمینه آموزش غیر حضوری از سوی یک نهاد خصوصی فراهم شده است. مسئولان یک رادیوی خصوصی در قلعه نو این ولایت میگویند که به پشتیبانی یک نهاد خصوصی برای صدها تن از دختر و پسر زمینه فراگیری آموزش رایگان را فراهم نموده اند. از سوی هم دانش آموزان از فراگیری آموزش غیر حضوری استقبال نموده و از مسئولان خواستار فراهمسازی زمینه آموزش و پرورش به شکل حضوری هستند. فراهمسازی زمینه آموزش برای صدها تن از دختران و پسران به شکل غیر حضوری در بادغیس. مسئولان رادیو صدای بادغیس در شهر قلعه نو با اشاره به برگزاری یک دوره آموزشی تحت عنوان آموزش در خانه، از فراهم نمودن آموزش غیر حضوری تحت عنوان رادیو مکتب شما برای صدها تن از دختران و پسران در بادغیس خبر می دهند.
این برنامه ابتکار رادیو صدای بادغیس است. این شبکه یک سال میشه برنامه آموزش در خانه را داشت که مضامین مکتب تدریس میشود از صنف اول تا صنف 12 به تایم‌های مختلف، و یک ماه میشه برنامه رادیو مکتب شما از سوی یک نهاد در ولایت بادغیس از طریق رادیو صدای بادغیس را اندازی شده که مضامین مکتب و همچنان انگلیسی تدریس میشه. همزمان با این، شمار از آگاهان آموزش و پرورش در بادغیس از راه اندازی برنامه های آموزشی و تدریس کتاب های مکاتب برای شاگردان حمایت میکنند. از انجایی که شرایط کنونی تعلیم و تربیه یک نیاز اساسی محسوب میشه برای حصر حاضر، و خوشبختانه یک ابتکاره که ما از طریق رادیو میبینیم که برنامه‌ای را اندازه میشه تا نسل جوان مجهز با علم و دانش شوه و قطعا مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت و این یک برنامه جامع و مؤثر تمام خواهد شد. در همین حال شاگردان از فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش استقبال نموده و از مسئولان خواستار ایجاد فراهمسازی دروس حضوری هستند. ما خیلی خوشحالیم که مضامین مکتب رو از طریق رادیو میشنویم. همه مضامین پشتو، دری و فیزیک اینا رو از طریق رادیو میشنویم. ما خیلی خوشحالیم از اینکه درس و مکتب به صورت رایگان از طریق رادیو صدای بادغیس میشیم. مضامین مثل دری، ریاضی، انگلیسی و غیره میشیم. خیلی خوشحالیم از اینکه به صورت رایگان میتونیم اونو آموزش ببینیم. ما خیلی خوشحالیم که برنامه از طریق رادیو پخش میشه و دزی از مضامین مثل انگلیسی، دری و غیره از اینجا ما میشنویم و درس مضامین مکتب بیشتر یاد میگیریم. گفته نیست که همه مضامینی که در مکاتب تدریس می‌گردد توسط استادان مجرب در برنامه‌های مختلف رادیویی برای شاگردان تدریس می‌شوند و همچنین کتاب، کتابچه و قلم را برای شاگردان رایگان توزیع می‌کنند. بال هم چند خبری از جهان. آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای اورونا گفته است که آوارگان فلسطینی یعنی اونورا میگویند که قحطی در غزه در حال تشدید است. بر بنیاد گزارش رویترز، لاردارنی رئیس اورونا گفته است نخست وزیر قطر گفته است که در این کشور در حال ارزیابی نقش خود به عنوان میانجی بین اسرائیل و حماس است. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا پیشنهاد کرده است تعرفه برخی محصولات وارداتی مثل فولاد و آلومینیوم را از چین 3 برابر بسازد. آژانس امدادرسان سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یا اونروا میگوید که قحطی در غزه در حال تشدید شدن است. بر بنیاد گزارش رویترز، لازارینی رئیس اونروا گفته است در سراسر غزه قحطی در حال سخت‌تر شدن است و در شمال غزه نوزادان و کودکان خردسال به دلیل کم آبی و سوی تغذیه در آستانه مرگ قرار دارند. این در حالی است که اسرائیل پیش از این کارمندان این سازمان را به دست داشتن در حمله شبه نظامیان حماس بر این کشور متهم کرده بود. نخست وزیر قطر گفته که این کشور در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان میانجی بین اسرائیل و حماس است. قطر همراه با مصر و آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی نقش کلیدی داشت. اما شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که دو هم مورد سوی استفاده کسانی قرار گرفته که سعی در کسب امتیاز سیاسی دارند. او همچنین گفت که مذاکرات صلح کنونی در یک مرحله حساس است. تلاش‌ها برای تضمین آتش بس شکننده و تا حد زیادی ناموفق بوده است. اما پیوندهایی که قطر با همه طرف‌ها دارد، از جمله روابط نزدیک با حماس، برای دستیابی به هر پیشرفتی حیاتی تلقی می‌شود. میانجیگران یک آتش بس 6 هفته‌ای را پیشنهاد کرده اند که طی آن حماس 40 زن، کودک و گروگان‌های مسن یا بیمار را آزاد کند. پیشنهادی که حماس در آخر هفته علناً آن را رد کرد. قطر اکنون اما آشکارا شانس موفقیت این مذاکرات را زیر سوال می‌برد و می‌گوید در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان یک میانجی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده است که تعرفه برخی محصولات وارداتی فولاد و آلومینیوم از چین 3 برابر شود. این تازه ترین سیاست حفاظتی است که آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی علیه دونالد ترامپ در پیش می گیرد. آقای ترامپ برای سیاست تجاری سخت خود مقابل چین معروف بود. کاخ سفید اما گفت که هدف این پیشنهاد حفاظت از اشتغال در آمریکا در برابر رقابت غیر منصفانه است.
چین قبلا ادعاها درباره قیمت شکنی یا دامپینگ فولاد و آلومینیوم در خارج را رد کرده است. این روش به معنی فروش محصولات زاید در کشور دیگر به قیمت خیلی پایین است و اغلب باعث می شود بازار صنعت داخلی این محصول به شدت ضربه ببیند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی برای اتحادیه کارگران صنعت فولاد یونایتد در پنسیلوانیا گفت که بهای کالاهای چینی به طور غیر منصفانه پایین است، چون پکن به شرکت هایی که نگران سوددهی نیستند سبسید می دهد. آقای بایدن گفت تقلب می کنند که خسارت آن را اینجا در آمریکا دیده ایم. او گفت که ده ها هزار موقعیت شغلی در صنعت فولاد در اوایل دهه 2000 میلادی به دلیل واردات از چین از میان رفته است. وال هم خبری از دنیای ورزش. تیم ملی فوتسال کشور امروز در اولین دیدارش در مسابقات فوتسال جام آسیای 2024 مقابل ایران به میدان رفت. این بازی از گروه چهارم رقابت‌ها برگزار شد. افغانستان با وجودی که 3-1 مقابل ایران پر افتخارترین تیم آسیا مغلوب شد، اما نمایش خوبی داشت و توانست ارزش‌های خود را نشان دهد. افغانستان با ترکیب ابتدایی محمد جواد ظفری، مهدی نوروزی، اکبر کاظمی، مهران غلامی و فرزاد محمدی به میدان رفت. پیش از بازی نیز سرمربی ایران از تیم افغانستان به نیکی یاد کرده بود و بعد از مسابقه نیز رسانه های ایرانی از این دیدار به عنوان یک جدال سخت نام بردند. با نمایشی که امروز ملی پوشان افغانستان ارائه دادند، تیم افغانستان می تواند امیدوار به صعود در بازی های آینده باشد. بازی برگشت تیم های رئال مادرید و منچستر سیتی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته در ورزشگاه اتحاد برگزار شد. این بازی در 120 دقیقه 1-1 مساوی شد، اما رئال مادرید در ضربات پنالتی 4-3 سیتی را در خانه شکست داد و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا صعود کرد. حالا رئال مادرید در نیمه نهایی باید با مسافه بایرن مونیخ بازی کند و در دیگر نیمه نهایی نیز تیم های پاریس سن ژرمن و بورسیا دورتموند به مسافه یکدیگر می روند. با این دیدار برگشت دیگر مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شب گذشته بین تیم های بایر مونیخ و آرسنال برگزار شد. بایرن در این دیدار با گل کیمیش 6-3 آرسنال را شکست داد. این بازی به میزبانی بایرن در ورزشگاه آلین آرنای شهر مونیخ برگزار شد و بایرن توانست به نیمه نهایی لیگ قهرمان راه یابد. بازی رفت دو تیم 2-2 مساوی شده بود و بایرن با این پیروزی در مجموع در دو بازی با نتیجه 3-2 برنده شد. بایرن در نیمه نهایی این مسابقات با تغییرات تکتیکی و توماس خود به میدان رفت و قرار است بازی دیگر را در مقابل رئال انجام دهد. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاس. در ادامه باید باشید. خدا نگهدار.